بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه زمانهایی را که شما در دوره اول متوسطه خوندید و سال دهم، چهار تاشان مورد بحث قرار میدیم، به صورت خلاصه براتون یادآوری میکنیم و انشالله یکی دیگه از زمانها که قبلا خونده شده را جلسه بعد براتون خواهیم. قبل از اینکه قسمت اول گرامر درس دو سال یازدهم را شروع کنیم، یعنی حال کامل را بپردازیم بهش یا ماضی نقلی را، من لازم میدونم که برگردیم و یه مرور داشته باشیم. دوره اول متوسطه سال دهم، اون زمانهایی را که خوندید، شما با 5 تا زمان آشنا شدید، یه خلاصه از اون چند تا زبان براتون بگیم، بعد برمیگردیم و حال کامل را به طور کامل یا ماضی نقلی را به طور کامل براتون میگیم. ابتدا simple present tense، زمان حال ساده، این را قبلا مفصل خوندید، فقط من به طور خلاصه براتون بگم که راحت‌تر بهتر این قسمت را شما متوجه بشید. زمان حال ساده نشون میده که یک فعلی، یک کاری به صورت عادت، به صورت تکرار انجام میشه. جمله شماره 1 رو نگاه کنید. The boys play football every Friday. پسرها هر جمعه فوتبال بازی میکنن. میتونیم بگیم هر روز، هر شب، هر صبح، هر ماه، هر سال، هر قرن. کاری که تکراره توش هست. بهترین و بارزترین نشانه زمان حال ساده every به اضافه یک زمانه، every Friday. پس با دیدن every Friday، every morning، every night، شما پی میبرید که این زمان، زمان حال ساده است. در زمان حال ساده فعل ما دو شکل بیشتر نیست، فعل اصلی ما دو شکله. بعد از اینکه فاعل نوشته شد، شکل ساده فعل نوشته میشه. شما یک فعل رو در نظر بگیرید مثل go، چند تا شکل داره. go شکل ساده فعل یا مصدر بدون تو بهش میگن، to go مصدر با تو، going جرام دشه فعل ing دارشه، این سه تا، went گذشته این فعله، gone قسمت سوم فعل یا اسم مفعول این فعل، و یه بارم فعل اسم میگیره میشه goes. پس نهایتاً ممکنه که 6 تا شکل داشته باشه. در زمان حال ساده از 2 تا از این فعلا استفاده میشه. 1 شکل ساده فعل play، یعنی قسمتی که هیچ چیز بهش اضافه نشده، نه s گرفته، نه ed گرفته، نه ing گرفته، نه to گرفته، به این میگن شکل ساده فعل. infinitive without to، مصدر بدون تو. خب شکل بعدی چیه؟ اگه به این فعل s یا es اضافه کنید، این هم میشه شکل دومش. پس در زمان حال ساده شما یا فعلتون به صورت شکل ساده میاد، play، speak، study، work، come، یا این فعلا s میگیرن، eats، makes، writes، الاخر. پس دو نوع فعل شما اینجا بیشتر ندارید. کی شکل ساده استفاده میشه؟ وقتی که فاعل ما سوم شخص مفرد نباشه. یعنی اگه فاعل ما هی، شی، ایت یا یک اسمی باشه، مای برادر برادرم، هی، مای سیستر خواهرم، شی، اینا که سوم شخص مفرد هستن، اینا فعلمون اسم میگیره در این حالت. اگه اینا نباشن شکل ساده فعل استفاده میشه. پس اول شخص مفرد آی، دوم شخص مفرد یو، اول شخص جمع وی، دوم شخص جمع یو و سوم شخص جمع، این 5 تا they اس نمیگیره یا ای اس فعلمون، فقط سوم شخص مفرد he، she، it، یک اسم مفرد. این جمله رو نگاه کنید. The boys play football every Friday. خب
معمولا شما فعل کمکی ندارید که جمله هاتون رو بتونه سوالی کنه یا منفی. چه کار میکنیم؟ فعل رو نگاه میکنیم ببینیم اس داره یا نه. اگه نداشت جمله ما با فعل کمکی دو سوالی میشه. The boys play football every Friday. من با قرار دادن فعل کمکی دو در ابتدای جمله Do the boys آیا پسرها play بازی میکنن فوتبال Every Friday هر جمعه Do the boys play football every Friday؟ آیا هر جمعه فوتبال بازی میکنن؟ جمله ما شد سوالی، به شکل سوالی در اومد. جمله‌ای که سوالی شد اگه قرار باشه منفی بشه، همون فعل کمکی که سوالی کرد جمله شما رو منفی میکنه، منتها به شکل don't یا do not میاد قبل از فعلتون قرار میگیره. یعنی منفیش نگاتیو اینجور میشه the boys don't یا do not کوتاه شده do not don't play football every Friday. این جمله تبدیل شد به یک جمله منفی. خب اگه فعل اصلی ما اس نداشته باشه یا ای اس، با دو سوالی شد، با don't یا do not منفی شد. حالا اگه فعل ما اس سوم شست داشته باشه، اینجا the man آن مرد یا مرده، he سوم شخص مفرده، فعلمون wash شستن با به اس اچ ختم شده، اینو قبلا گفته شده، به جای اس ای اس گرفته. فعلایی که ای اس میگیرن سوالیشون با فعل کمکی داز، پس من با قرار دادن فعل کمکی داز در اول جمله داز ده من. اما یه نکته، هرگاه جملهاتون با فعلای کمکی دو داز و دید سوالی یا منفی میشه، حتما یادتون باشه که فعل اصلی شما همیشه به صورت شکل ساده میاد. یعنی اگه گذشته است از گذشته خارج میشه، اگر اس یا ای اس گرفته ای اس یا اس خودشو از دست میده. پس اینجا من باید بنویسم wash his car every week. این جمله سوالی شد. Does the man wash his car every week؟ آیا اون مرد هر هفته اتومبیلش رو میشوید؟ خب با چه فعلی سوالی شد؟ با فعل کمکی does. با همین فعل منفیش میکنیم. منتها کجا قرار بگیره؟ نمیگیم the doesn't. The man قبل از فعل باید قرار بگیره. The man doesn't یا does not. wash باز هم ESش حذف میشه. بقیه جمله رو می نویسیم his car every week. The man doesn't wash his car every week. آن مرد اتومبیلش را هر هفته نمی شوید. پس این شد خلاصه راجع به زمان حال ساده یا simple present tense. من برم زمان بعدی را بگم، زمان حال استمراری را، present continuous tense، زمان حال استمراری. زمان حال استمراری نشون میده که وقتی من دارم حرف میزنم در این لحظه اتفاقی داره میفته، کاری در حال انجام شدنه. نمیتونیم کاری که تا چند لحظه قبل انجام میگرفته رو با حال استمراری بیان کنیم یا قراره که اتفاق بیفته. الان که من دارم با شما حرف میزنم اون کار داره اتفاق میفته. I am standing now. من ایستادم، حالا در حال ایستادنم. I am speaking. من دارم حرف میزنم، دارم سخن میگم. He is sitting over there. او آنجا نشسته است. پس نشون میده که الان که حرف میزنیم یک کاری داره اتفاق میفته.
برا ساختش چیکار کنیم؟ بعد از اینکه فاعلا رو نوشتیم، are you, he, she, it, we, you, they, احمد، رضا، حسین، my father, my brother، الاخر، فاعل رو که نوشتید با تناسب به اون فاعله، از فعل to be، فعلای to be، am، is، are استفاده میکنید. دیگه این رو میدونی، I am، he is، she is، you are، we are، they are، my brother is، my brothers are. بعد از فاعل am، is، are قرار میدید، فعلتون رو مینویسید، هرچه که بود، play، watch، study، go، come، و به فعلتون ing اضافه میکنید. پس شد فاعل am، is، are، فعلی که ing داره. این حال استمراری ساخته شد. حالا نشونش چیه؟ گفتیم حال ساده نشونه اصلیش every به اضافه زمان، حال استمراری نشونه اصلیش قید زمان now، اکنون، حالا، همین الان، for the time being، at present، در حال حاضر. شما این رو در ذهنتون باشه کافیه، و الا در حال ساده ممکنه نشونهای دیگری هم باشه، مثل nowadays، این روزا. این جمله رو نگاه کنید، the teacher is solving the problems now، the teacher is solving the problems now، معلم در حال حل کردن مسائل است الان، الان داره مسائل رو حل میکنه، مشغول حل مسائل هست. نگاه کنید، فاعل the teacher، the teacher is، حالا یا he یا she، فعلمون solve، حل کردن، ing گرفت، و بقیه جمله. جمله های زمان حال استمراری خیلی راحت سوالی و منفی میشن. چرا؟ چون که تو این جمله ها فعل های کمکی am، is، are وجود دارن. فقط کافی شما این افعال رو از درون جمله به اول جمله منتقل کنید تا جمله شما بشه سوالی، یا با قرار دادن not بعد از این افعال کمکی جملهاتون رو منفی کنید. is not، isn't، are not، aren't، am not، دیگه amn't نمیگیم، I'm not یا I am not. خب این جمله رو سوالی کنیم خیلی راحت. من این فعل کمک is را منتقل میکنم اینجا و جمله به این شکل در میاد. Is the teacher solving the problems now? Is the teacher solving the problems now? جمله میخواد منفی بشه. Is تبدیل میشه به is not. The teacher is not که به این شکل isn't solving. شما نباید فعلتون رو تغییر بدید، مثل زمان حال ساده نیست که does به جمله اضافه شد is یا is هضم میشه، اینجا هیچ چیزی هضم نمیشه، بقیه جمله رو می‌نویسید solving the problems now و انتهای جمله یه نقطه قرار میدید. یه مثال دیگه، they are studying in the library، they are studying in the library، اونا دارن مطالعه میکنن توی کتابخونه، در حال مطالعه هستن در کتابخانه. من که دارم حرف میزنم اونا دارن این کار رو انجام میدن. سوالیش به این شکله، are به اول جمله منتقل میشه، are they studying in the library، و برای منفیش they are not یا aren't studying in the library. بعضی وقتا اشتباه میکنن وقتی میخوان ing رو به فعلایی که وای دارن اضافه کنن، این وای را حذفش میکنن که این غلطه. به هر شکلی که باشه، چه قبل از این بی صدا یا صدا دار باشه، شما تغییری در این فعل صورت ندید.
استادی به همین شکل، آی این جی گرفت، استی، استینگ الی آخر. این هم خلاصه ای از زمان حال استمراری که قبلا خوندید. قرار اینا رو ما به طور خلاصه بگیم تا برسیم به زمان حال کامل که در درس دوم سال 11 گفته شده. بریم قسمت بعدی یا زمان بعدی که خوندید، زمان گذشته ساده، simple past tense. این زمان نشون میده که کاری در گذشته معلوم، ببینید گذشته معلوم، نامعلوم که باشه معمولا از گذشته ساده استفاده نمی کنیم. زمان ما در گذشته معلوم مشخصه، نشون میده کاری در گذشته معلوم صورت گرفته، انجام گرفته و تموم شده. قید زمان گذشته ساده یستده دیروز، لست به اضافه زمان، لست نایت دیشب، لست یر پارسال، لست فرایده جمعه گذشته، یا زمان به علاوه اگو، تو دیز اگو، دو روز قبل، 3 weeks اگو، 3 هفته قبل، many years اگو، خیلی سالها قبل. یا اینکه یک سال تنها به ما بدن، این 1361 معلومه که گذشته است. This morning را هم معمولا گذشته ساده استفاده کنید، امروز صبح، زمانی که دیگه گذشته و کار ما انجام شده. پس نشانه های گذشته، نشانه های گذشته ساده این شد: yesterday، last به اضافه زمان، زمان به اضافه ago، یک سال تنها، یا this morning. و اما فعل ما، فعل ما در گذشته ساده به چه شکل میتونه باشه؟ اگر فعل ما با قاعده باشه، ما با اضافه کردن ایدی به انتهای اون فعل، اون فعل رو میبریم به گذشته ساده. play، played، study، studied، work، worked. پس اگر فعل ما با قاعده باشه، با قرار دادن ایدی میتونیم ببریمش به گذشته ساده. اگه با قاعده نباشه چی؟ اگه بی قاعده باشه، irregular verbs، افعال بی قاعده، که در انتهای کتاب‌های شما به طور کامل نوشته شده. چاره‌ای نیست جز اینکه گذشته این افعال را به خاطر بسپارید. نه تنها گذشته این افعال رو باید حفظ کنید، بلکه قسمت سومش هم امسال نیاز دارید برای حال کامل یا ماضی نقلی. نیاز قسمت سوم فعل ها را هم حفظ کنید، یا سال بعد، سال 12، وقتی شما قراره که جمله های معلوم و مجهول را یاد بگیرید، نیاز دارید که قسمت سوم فعل را بدونید. پس باید یواش یواش این افعال انتهای کتاب را حفظ کرد. come، came، come، do، did، done، bring، brought، brought، buy، bought، bought، make، made، made، eat، ate، eaten، write، wrote، written، see، saw، seen، الی آخر. پس فعل ما در زمان گذشته ساده یا با قاعده است که با اضافه کردن ایدی به اون میبریمش به گذشته، یا اینکه فعلمون بی قاعده است، گذشته این فعل رو باید حفظ کرد. این جمله رو نگاه کنید: The girl went to the park yesterday. من از فعلای بی قاعده استفاده کردم. The girl went to the park yesterday. اون دختر رفت به پارک دیروز. دختر رفت به پارک. went گذشته بیقاعده go، رفتنه. این جمله را قرار ما سوالیش کنیم. هیچ فعل کمکی در جمله دیده نمیشه. فعل ما هم شکل ساده نیست که از دو استفاده کنیم برای سوالی و منفیش. فعل ما اس هم نگرفته که با داس سوالی منفی بشه. پس تمام فعلایی که به صورت گذشته میان در گذشته ساده با فعل کمکی دید سوالی میشن، با فعل کمکی دید نات یا دیدند منفی میشن.
پس اینجور بگیم Did the girl. یه نکته مهم، من چند دقیقه پیش یادآوری کردم، گفتم هرگاه جمله ای رو با do does did سوالی یا منفی کردید حتما فعلتون رو از هر شکلی که هست درش بیارید، به شکل ساده بنویسید، مصدر بدون تو. یعنی شما نمیتونی بنویسید went یا نمیتونی بنویسی goes. شکل ساده went میشه go. Go to the park yesterday. Did the girl go to the park yesterday? آیا دختر رفت به پارک دیروز؟ این جمله سوالی شد. با هر فعل کمکی که سوالی شد اون جمله را منفی میکنیم. The girl didn't, did not یا didn't. باز هم go. Park yesterday. The girl did not go to the park yesterday. Didn't go to the park yesterday. یه جمله دیگه شماره دو. She made a delicious cake last night. نشانه گذشته ساده yesterday. Last night زمان به اضافه ago this morning یا یک سال تنها. این جمله پس گذشته ساده است. هیچ فعل کمکی هم توی جمله برای سوالی کردن دیده نمیشه. از فعل کمکی did استفاده می‌کنیم. Did she made گذشته فعل make، پس باید بنویسید made. دوباره اشتباه نکنید، نگید شی سوم شخص مفرد، اینجا اس بهش اضافه کنید. اگه شما اس اضافه کنید اون قاعده رو به هم زدید. Did does do میاد باید شکل ساده فعل باشه. Did she make a delicious cake last night؟ این جمله رو منفی کنیم. She didn't یا did not make a delicious cake last night. این جمله هم منفی شد. در افعال بی‌قاعده توضیح بدم شاید کمکتون کنه. بعضی از فعلا هر سه شکلشون یکی، زمان حال، گذشته و اسم مفعولشون یا قسمت سوم فعل. اینا معمولا آخرشون تیه، اکثر این فعلا آخرشون تیه. let let let، cut cut cut، shot shot shot، cast cast cast، put put put، shot 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 الی آخر. پس این هم یک کمک میکنه به افعال بی قاعده را که داری حفظ میکنی. اونایی که آخرشون به تی ختم میشه معمولا سه شکلشون یکیه. حالا استثناء هست، مثل forget forgot forgotten، get got gotten، یا برعکس ممکن آخرشون تی نباشه ولی هر سه شکلشون یکیه. read خواندن، read read. spread پهن کردن، گستراندن، spread spread. این استثناء ها رو هم داره اما در حفظ کردنشون شاید یه 10 تا از فعلا رو کمکتون کنه که هر سه شکل یکیه. اینا رو باید مواظبشون بود، مخصوصا وقتی که جمله های شما بعید زمان نداره و از سوم شخص مفرد استفاده میکنه. اگه توی جمله گفته بشه she let me go، این قطعا گذشته است. یعنی این جمله باید حتما با دید سوالی بشه، با دید نات منفی بشه. میدونید چرا؟ خاطر اینکه اگه حال ساده بود گفتیم سوم شخص، سوم شخص مفرد ما فعلش اس میگیره، اس نگیره، نگفت she lets، گفت she let. پس did she let me go، آیا اجازه داد من برم؟ اما اگه گفته بود she lets، قطعا زمان حال میشه، حتی اگر قید زمان هم نداشته باشه. فعلایی که اس میگیرن اینا با داز سوالی یا منفی میشن. پس این نکته رو مواظب باشید. در بقیه موارد نمیشه تشخیص داد قید زمان نباشه. مثلا they put on their clothes، آنها پوشیدن لباساشون، آنها میپوشن لباساشون.
ما نمیدونیم این جمله گذشته است یا حال ساده. میتونی با دو یا با دید سوالی یا منفیشون کنید، فرقی نداره. این هم سومین زمانی که ما راجبش به طور خلاصه تقریبا براتون گفتیم. یه زمان دیگه اینجا هست، اینم براتون بگم. Simple future tense، زمان آینده ساده. این زمان نشون میده که از حالا به بعد ممکنه 5 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، فردا، پس فردا یک کاری انجام خواهد گرفت. برای ساختش میایم تمام فاعل ها رو مینویسیم، فرقی نمیکنه. من، تو، او، ما، شما، ایشان، یا I, you, he, she, it, we, you, they. بعد از اون فعل کمکی will را قرار میدیم، فعل کمکی will، و بعد از will شکل ساده فعل را مینویسیم و بقیه جمله. I will go to Mashhad tomorrow، من فردا به مشهد خواهم رفت. They will come here soon، آنها به زودی به اینجا خواهند اومد. My father will buy a car next week، پدرم هفته آینده یک اتومبیل خواهد خرید. پس فاعل رو می نویسید هر چه که بود. بعد از فاعل فعل کمکی will را قرار میدید و بعد از will شکل ساده فعل قرار میگیره. نشانه آینده ساده، نشونهاش معمولا این هستن: soon به زودی، tomorrow فردا، next به اضافه زمان، و tonight امشب. میشه از نکات دیگری هم استفاده کرد، ولی این چند تا رو در ذهنتون داشته باشید. اگه گفته بشه in a few minutes، تا چند دقیقه دیگر، این هم میتونه آینده باشه. پس soon به زودی، tomorrow فردا، tonight امشب، next به اضافه زمان، نشانه های این زمان هستن. این جمله رو نگاه کنید. The farmer will water the flowers، کشاورز به گلها آب خواهد داد، گلها را آبیاری خواهد کرد. اینجا فاعل ما the farmer، فعل کمکی will و بعد از will همیشه شکل ساده فعل قرار میگیره، چه در جمله های خبری، چه در جمله های سوالی، چه در جمله های منفی، همیشه بعد از will شکل ساده فعل قرار میگیره. برای سوالی فعل کمکی داریم، will رو به اول جمله منتقل میکنیم. Will the farmer water the flowers، آیا کشاورز به گلها آب خواهد داد. حالا منفیش، برای منفیش دقت کنید. The farmer will not یا کوتاه شده این willn't نمیشه، یادتون باشه میشه want، باز هم شکل ساده فعل water the flowers، با قرار دادن not بعد از will منفی میشه که کوتاه شده will not میشه want، willn't نمیشه. این فعل کمکی will میتونه به صورت کوتاه شده به ضمایر فاعلی اضافه بشه، مثل I'll، he'll، she'll، they'll و الاخر. یه نمونه من اینجا بنویسم. هیل، پس بعد از اینکه ضمیر فاعلی رو نوشتیم، این دوتا ال رو اینجا قرار میدیم، این کوتاه شده ویل، هیل نات، هی ویل نات. یه جمله دیگه، they may come here next week، میخوام بگم که حتما نباید فعل کمکی ویل باشه که آینده ساده رو نشون بده. برای بیان آینده ساده میشه از فعلای کمکی دیگری هم استفاده کرد، مثل می یا شد یا ماست. با این فعلا میشه آینده را بیان کرد. He can help you tomorrow، فردا میتونه کمکت کنه. یا این جمله They may come here next week، شاید ممکنه که هفته آینده بیان اینجا. You should study hard next year، سال بعد باید خوب درس بخونی. شد باید، باز هم آینده رو نشون داد. جمله رو سوالی کنیم، فعل کمکی may این بار میاد. May they come here next week، و منفیش they may not
میین هم داریم. May not come here next week. پس فرقی نمیکنه که کدامی که از فعلا اینجا قرار بگیرن، may، will، should یا must، بالاخره شکل ساده فعل بعد از اینها استفاده میشن. این شکل ساده فعل فرقی نمیکنه در هیچ یک از مواردشون. اینم زمان آینده ساده به طور خیلی خلاصه. یه زمان دیگه مونده، یعنی یه زمان دیگه شما خوندی، زمان گذشته استمراری. گذشته استمراری را بگم، زمانهایی که خونده شده در دوره اول متوسطه و سال دهم تموم میشه، بعد انشالله حال کامل را شروع میکنیم و به طور مفصل براتون میگیم.